ثبات و سلامت یک جامعه به قانونمندی و ایجاد حاکمیت قانون نیاز دارد. حاکمیت قانون به نوبه خود به وجود قانونگذاران مجرب و آگاه، روش‌های مؤثر ایجاد قوانین و تطبیق به موقع آن نیاز دارد. در برنامه امروز از تلاش‌های کسایی یادآوری می‌کنیم که در بخش قانون و قانونگذاری کار و فعالیت می‌نمایند. با کاروان همراه باشید. زده او صدقه ما تاسو کاروان گوری پا اوسنه خبرونه که ده حقوقی او قانونی سلام مشورو ده قانون ده پلی کول لپاره پا روان و حدسو او ده حقوق او قانون ده ستکون کو پاروان بلا بل ریپورتونه لرو ده قانون گفتون که نام یکی از دفاتر حقوقی در شهر ایرات است که خدمات رایگان حقوقی عرضه می دارد. در این دفتر شماری از فارغان پوانزه های حقوق و شرایط پوانتون ایرات عضویت دارند که بیشتر به عنوان وکلای مدافع و مشاورین حقوقی با مردم همکاری می کنند. در مورد توجه کنین به گزارش همکارم فاروق فیضی. اینها فارغان پوانزه های شرعیات و حقوق پوانتون ایرات هستند که از مدت چند سال بدین سو در دفتر حوزوی ده قانون قشتون که در ولایت هرات فعالیت حقوقی دارند. این افراد که بیشترشان را جوانان تشکیل می دهد، بیشتر به عنوان وکلای مدافع و در بعض موارد هم مشاورهای حقوقی را به صورت رایگان در اختیار باشندگان هرات و ولایات همجوار آن قرار می دهند. محمد الف عرفانی مسئول دفتر حوزوی ده قانون قشتون که در هرات می گوید در این دفتر به تعداد 9 تن از قشر ذکور و اوناس فعالیت دارند. دفتر ده قانون قشتون که در هرات افراد مسلکی که دارد 9 نفر وکیل مدافع داره که از جمله 3 نفر از برادرهای هم به شمول خودمه و 6 نفر از طبقه اوناسه و همه از اینا فارقین شریعت یا حقوق هن. و بعضی ها هم تجربه قضا و سارنولی را هم دارن، یعنی افراد مسلکی و مجربی هستند که اینا جواز انجمن وکلای مدافع به دست دارن و تحت چتر همین دفتر کار میکنن. این وکلای مدافع جوان اکثریت روزهای هفته را در جلسات علنی محکمه استیناف هرات به خاطر دفاع از حقوق متهمین جرایم مختلف سپری مینمایند. وید احمد نور یک تن از این وکلای مدافع است که از مدت 3 سال به این طرف در چوکات ده قانون قشتون که در هرات کار می کند. وی چنین می گوید: از زمانی که به دفتر ده قانون قشتون که آمدم، من از یک وکیل مدافع وظیفه اجرا می کنم. در حدود تقریبا بیش از 300 قضیه که اکثریت قضایای فامیلی و اطفال بوده و طبق پروسیجر کاری دفتر مورد به شکل تا محکمه دوم و تا محکمه سوم از او پیگیری کردیم و به تمام جلسات قضایی از او اشتراک داشتیم. صبور حسینی یکی دیگر از فارغان پوانزه حقوق پوانتون هرات است که او هم از مدت بدین سو در عرصه فعالیت های حقوقی برای مردم هرات همکاری می نماید. او می گوید خیلی خوش است که به صورت رایگان از حقوق قانونی موکلین خود دفاع می کند. قانون قشتون که تمام قضایایی که پیش می برد، چی در قسمت رسیدگی به قضایا، چی در قسمت مشوره‌دهی و چی در قسمت آگاهی‌دهی عامه که به صورت کلینیکایی که برای مردم دایر میشه در سطح اولیس ولیا و ولایات، تمام کار کرد از به صورت رایگانه. اما اکنون بیش از 200 تن از فارغان پوانزه های شرعیات و حقوق پوانتون هرات و دیگر پوانتون های افغانستان به عنوان وکلای مدافع در ولایت هرات فعالیت می نمایند که موجودیت این افراد تا حدودی باعث تامین عدالت در محاکم این ولایت نیز گردیده است. فاروق فیضی، هرات.
لکه څنګه مو چې په پایل کې وویل په دې خپرونه کې د هغو کسانو په هکله خبرې کوو چې د قانون د جوړولو او پلي کولو په برخو کې په کار کولو سره د بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي. په همدې پلمه په کابل کې زموږ همکار مصطفی کاکړ د ولسي جرګې له لومړي نایب او له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف له مشر حاجي عبدالظاهر قدیر سره غږېدلی او دا رپورټ یې راستولی دی. حاجی عبدالظاهر قدیر د ولسي جرګې لومړی نایب او له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف مشر دی. ښاغلی قدیر په هیواد کې د قانون د بشپړ حاکمیت لپاره مبارزه کوي او وایي ځوان نسل باید د قانون د پرمختګ، څارنې، حاکمیت او تطبیق په لاره کې هڅه وکړي او کوټلي ګامونه پورته کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې ځوانانو ته د قانون په پلي کېدو کې او د حکومت په چارو کې پوره ونډه نه ورکول کیږي؟ ځوان خو د محصل دی، فارغ شوی دی، چې دې ته وظیفه ورنکړي دا کاري تجربه د کم ځینه پیدا کړي. نو په همدغه اساس موږ ورو ورو هغه قوانین کاروو، هغه قانونونه غواړو چې تصویب کړو چې ځوانانو ته پکې آینده کې زمینه مساعده وي او په ښو ځایونو راشي او هغه څوک چې په اداري فساد کې ککړ وي، د ځوانانو په حق کې ظلم کړی وي، د ملک په حق کې ظلم کړی وي، د ادارې په حق کې ظلم کړی وي، چې اداره ټول د ولس نه جوړ د ولس اداره ده، دا به د ولس خدمت کوي. بیرته به همدا ځوانان بیا په فساد ککړ خلک، په مشکلاتو ککړ خلک اندوی به بیا سارنوالی او محکمې ته بیره کشکاږي. اکثره خلک دا ګڼي چې په افغانستان کې قانون شته او قانون نه پلي کیږي، د دې اصلي علت تاسو پسې کې ویني؟ دغه دوه موضوعات دي چې رئیس جمهور قاطع تصمیم نه لري او قوي انتخاب نه لري، او روابط په ضوابطو باندې حاکم ګڼي. نو دغه چې په افغانستان نه یوازې کده، په هر ملک کې دا خبره وي، هغه ملک آینده، دغه ملک ځوانان ټول د بدبختۍ لپاره جوړ، بل خصوص په بدبختۍ په مخزي. بیا د افغانستان په افغانستان غونې یو ملک کې چې دلته قانون هم شته، هر شی شته، خو بدبختۍ دا ده چې د تطبیق علاقمندي اجرایه قوه نه لري، هغه نقطې تطبیقوي کم چې د دوی په شخصي نفع وي. حاجي ظاهر قدیر د ځوانانو له حقوقو څخه دفاع کوي چې په وینا یې د کانکور د ازموینې په پایله کې ډېرې نمبرې اخیستې دي او بې نتیجې پاتې دي. یو شمیر ځوانان چې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه ولسي جرګې ته راغلي دي وایي چې د کانکور په ازموینه کې د دوی په حق کې ظلم شوی. د دغو ځوانانو په استازیتوب توریالي د ولسي جرګې لومړی نایب حاجي قدیر او نورو وکیلانو ته داسې وویل: چې په سوریه او لبنان او یمن کې سرنوشت ټاکي، موږ هم د دغه وطن سرنوشت سازه ځوانان یو. نن موږ راغلي پارلمان ته، پارلمان لکه څنګه چې معلومه ده دا د ملت کور ده، او دغه د ملت کور کې باید موږ آواز واورېدل شي چې هغه د ځوانانو بې نتیجه کېدل دي په کانکور امتحان کې. دغه ځوانان چې شمېرې سلګونو ته رسېږي وایي چې د کانکور په ازموینه کې پوره فساد شوی او د حکومت له لورې د دوی حقونو ته هیڅ پاملرنه نه کېږي. حاجي ظاهر قدیر دغه ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د قانون له لارې به د دوی حقوقو ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی قدیر زیاته کړه چې ډېر ژر به د دغو ځوانانو له حقوقو څخه دفاع وکړي او دا موضوع د لوړو زده کړو له وزیر سره شریکه کړي. نو د دې د حل لاره یوازې همدا ده، د دې د حل لاره سره کوم سره وتل نه دي، د دې د حل لاره لرګی په لاس کې اخیستل نه دي، د دې د حل لاره دا ده چې تاسو مهرباني وکړي، تاسو خپل ټول دا کوم مشکلات چې تاسو سره ظلم شوی هغه ولیکه چې ما سره دا ظلم شوی، هغه راوړئ دلته چې موږ کمیسون ته وزیر صاحب هم راوغواړو، ټول راوغواړو، ټول سره دا موضوع شریکه کړو او د یو حل لاره ورته ولټوو. ښاغلی قدیر په حکومت نیوکه کوي او وایي چې په خپله حکومتي چارواکي قانون ته درناوی نه لري او ځوانانو ته په سیاسي مشرتابه کې ونډه نه ورکوي، چې دغه کار په هیواد کې د قانون د بشپړ نه حاکمیت لامل ګرځېدلی. په همدې موخه اوس مهال په ولسي جرګه کې د خلکو په استازیتوب برسیره په پارلمان کې د قانون د ملاتړ په نامه یوه ټلواله جوړه کړې ده چې د ولسي جرګې څه باندې سل استازي پکې ګډون لري. له قانون څخه د ائتلاف دغه اداره چې تاسو جوړه کړې ده، د څه دپاره او اصلي موخه یې څه ده ستاسو په نظر؟ د قانون څخه د ملاتړ ائتلاف خاص د قانون د حمایت دپاره جوړ شوی تر څو پورې موږ دغه مسایلو ته د حل لارې پیدا کړو. هیڅ اداره احساس د مسؤلیت نه کوي، او زموږ مسؤلیت، زموږ وظیفه د وکیل په صفت د قانون څخه څارنه ده، د قانون نظارت دی، او د هغې د تطبیق دپاره لارې لټونې او ادارې قانع کول په دي او مجبورول په دي چې دا تطبیق کړي.
خاغلی قدیر په داسې حال کې د قانون د پلي کولو لپاره کار کوي چې داغه ځینې منتقدین او ناتایید شوي ریپیټونه بیا دی په خپله د قانون په ماتولو او نقص تورنوي. محمد مصطفی کاکړ، کابل. جوانان بخش مهم ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی یک جامعه را تشکیل می دهند. بدان تغییر مثبت در هر یک از عرصه های جامعه مستلزم سهم فعال آنهاست. سهم ساختن جوانان در تدوین و تطبیق قانون می تواند در جامعه تغییرات چشمگیر را به وجود بیاره. همکار ما آرزو نایبی در مورد سهم جوانان در تدوین و اجرای قانون گزارش تهیه کرده که تماشا می کنیم. سهمگیری جوانان در قانونگذاری می تواند تغییرات مثبت را در جامعه به بار آورد. جوانان قشر پرتلاش و نیروی متحرک جامعه هستند که می توانند با سهمگیری در تدوین و تطبیق قانون دیدگاه های جدید را پیشنهاد نمایند. آنان به مراتب می توانند بهتر همسنان خود را درک کنند و برای همدیگر پذیری دیدگاه ها و نظریات خود را شریک بسازند. غلام نبی حکاک، استاد پانزده حقوق، با بیان این موضوع میگوید که برای آینده جوانان خوشبین است. ما طبعا نقش جوانان بسیار مهم است، بسیار ارزش است. برای از اینکه جوانان یک قشر پرتلاش، پرتحرک هستند، معلومات بیشتر دارند، علاقه بیشتر دارند، آینده بیشتر میبینند و آینده را اونا با دید وسیع‌تر میبینند، برای از اینکه بتونن با آینده در پرتو یا زیر چطر همون قانون خود از اونا بتونن به نحوی در جامعه برمند شوند از قانون. جوانان می توانند به طور گسترده در همه عرصه ها نقش داشته باشند. آنان پیوسته به معلومات خود می افزایند و در رابطه با تکنولوژی امروزی می آموزند. به گفته آنان، جوانان باید تشویق شوند و در عرصه های آموزشی با آنان همکاری صورت بگیرد. وقتی که شما به جامعه نگاه میکنین، یک ستونی بسیار بزرگی که در واقع تقویت کننده و روشن بخشی آینده یک جامعه است، جوان است. جوانان نه تنها در ویسا قانونگذاری سهم خوبتر میتونن داشته باشن، به دلیل از اینکه دیدی باز دارن، با یک نگاه جدید میتونن با موضوعات فکر بکنن و دیدگاه های تازه را میتونن ارائه بکنن. به این اساس باور من است که اگر جوانان در تدوین و به اصطلاح قانونگذاری سهم داشته باشن، بدون شک تاثیرات به خصوص خودشان داشته باشن. مینا چکزای محصل پانزده حقوق و علوم سیاسی میگوید وقتی به پوهنتون میآید و با جوانان دانشجوی دیگر هم از پسر و دختر درس میخواند، در رابطه با موضوعات مختلف بحث میکند و از اینکه میبیند جوانان با اشتیاق به تبادل نظریات میپردازند خوش میشود، به خاطر که جوانان با انرژی و قوت تمام برای آینده بهتر افغانستان تلاش میکنند. اشتراک دادن و سهم دادن قشر جوان در قانون گذاری و نحوه ترام گذاشتن قشر جوان در عرصه، در هر عرصه که باشه، مثلا عرصه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به نوعی است که تشویق به قشر جوان میشه و همچنان میشه که آنها در هر عرصه که باشد آنها چکنه یک جامعه بهتر را بسازند. با گفته جوانان، سهمگیری آنها در قانونگذاری آنها را بیشتر از قبل مکلف به تطبیق قانون در جامعه می‌سازند که این امر سبب تغییرات مثبت در جامعه خواهد شد. آرزو نایبی، کابل. د عدلی او قضایی زده کړو په دوره کې عملی کارونه ځوان و محصلینو ته ډیر ارزښت لري. د تمثیلي محکمو جوړول هم د قضایی علومو د عملی کارونو یوه برخه جوړوي. نوی متل د بلخ په پوهنتون کې د یوې جوړې شوې محکمې له بهیر څخه یو ریپورټ چمتو کړی چې په ګډه به یې وګورو. د بلخ پانتون ایډیټوریم نن ورځ ډیر شمیر ځوانان په دې تالار کې د تیر په څیر د یوې تمثیلي محکمې لیدو ته رابلل شوي. تمثیلي محکمې نن ورځ په افغانستان کې د قضایي او عدلي حقوقو د زده کړو په چوکاټ کې یو درسي مضمون دی چې محصلینو ته تدریس کیږي. د محصلینو په وینا د دې ډول قضایي غونډو له بهیر څخه ډیر څه زده کوي او له دوی سره مرسته کوي چې په راتلونکو کې په عملي توګه ورڅخه ګټه واخلي. بسیار این جلسات قضایی است، سوی تحصیلی مسئلین بالا میبره. در این حال بسیار تجربه که مسئلین از این جلسات قضایی حاصل میکنند بسیار مفید است برشان. زمانی که چنین چیزی میشه با ما تجربه میشه، چیزی داره که خواندیم ما میدانیم که اینمی با ما که یک تجربه خوب میشه، ما میفهمیم که در سای خواندگی ما این قسم محاکم اجرا میشه بسیار زیاد برای کسایی که به حقوق درس میخوانن، به شریعت درس میخوانن، بلخصوص بخش قضایی زیاد موثر است. در دغو تمثیلی محکمه پا غندو که در حقوق و قضایی برخو پا مسئلین و برسیره، در نور و پانزه مسئلین هم برخه اخلی. در مسئلین و پاند پا کارده چه پا دیر دول محکمه که هم خلق او زوانان هم برخه واخلی. تا
ترڅو په محکمو او عدلي مراجعو کې د خپل موقف او حقوق په اړه معلومات ترلاسه کړي. در افغانستان شرایط طوری است که مردم از حق و حقوق خود آگاه نیستند و نمیفهمند که زمانی که یک جرم را مرتکب میشن یا زمانی که متهم واقع میشن چگونه بتوانند از حق خود دفاع بکنند، چگونه بتوانند در مقابل قضا بیستند و امو دلایل اثباتی یا دلایل را پیشکش بکنند که خود یا واقعا اگر بیگناه باشن خود بیگناه جلوه بدن. په دې ډول تمثیلی محکمو که د ځوانو څارنوالانو او قاضیانو لخوا یو قضیه څېړل کیږي او وروسته فیصله کیږي. د بلخ پوهنتون د حقوقو د پوهنځي رئیس نورالله موسینی وایي د دوی د ارزونې له مخې عملي کارونه تر ډېره بریده د زده کړې په بهیر د پام وړ اغیزه کړې او اوس مهال محصلین له فارغېدو وروسته کولی شي په قضایي او عدلي ادارو کې کار وکړي. از هر عیس از هر دید زمانی که ما مقایسه میکنیم خیلی مفید واقع شده. مثلا شاگردای ما امروز زمانی که اینا میرن در سایه کار بعد از فراغتشون، یعنی 70 یا 80% اینا حاکم میشن بالای کار خود، چون بیشتر در کارهای عملیشون برنامه عملی زیاد شده برای اینا و این مفید است. در مسئولین و پواینا یا شمیراغ مسئولین چی در تمثیلی محکمه پا برخه که یکی نمره ترلاسه کردی او دی هواد پا کچه لمرای مقام ترلاسه کردی، پا امریکا که در 15 تیمونو ترمنز در تمثیلی محکمه نردیوال سیالی تور بلل شویدی. در برخ پانتون چارواکی وای دوی حد سکوی دی حقوق و شریعت و در 15 مسئولینو لپارا لازیات امکانات برابر کردی. دوی زیاده پا نگدی راتلون که با کرایمینال تخنیکی و لابراتوار هم پرانیزی. نعیمتال، مزار شریف. به سلسله برنامه محاکم تمثیلی، گروهی از محصلان بخش حقوق، علوم سیاسی و شرایط پوهنتون بلخ به شهر واشنگتن دی سی آمدند تا در یک رقابت جهانی که محاکم تمثیلی حقوق بین الملل نام دارد شرکت کنند. اگرچه اجازه نیافتیم تا از جریان محکمه گزارش تهیه کنیم، اما با استفاده از فرصت با محصلان افغانی که در این رقابت شرکت کردند گفتگوی انجام دادیم که در این گزارش می‌بینید. گروهی از دانش آموزان بخش حقوق پوهنتون بلخ که برای شرکت در رقابت جهانی جیسب یا محاکم تمثیلی حقوق بین الملل به شهر واشنگتن دی سی آمدند. پوهنتون بلخ که بعد از برنده شدن در سطح ملی امتیاز شرکت در این رقابت جهانی را به دست آورده و دانش آموزان بخش حقوق، علوم سیاسی و شرایط آن اینجا از افغانستان نمایندگی می کنند. برنده شدن ما یا نمایندگی ما از افغانستان در مسابقات بین‌المللی بستگی داشته به زحمت تلاش خود اعضای تیم و حمایتی که از طرف استاد ما و از طرف دفتر دی پی کی داشتیم که کمک‌هایی را که اونا بر ما فراهم ساختن و همچنان حمایت مادی و معنوی که از طرف خانواده‌های خود داشتیم، همه ایش باعث شده که ما بتانیم تیم اول نمره در سطح ملی باشیم تا بتانیم از کشور خود در مسابقات بین‌المللی در واشنگتن دی سی نمایندگی بکنیم. طرح این رقابت توسط فلیپسی جیسپ، یکی از قضات امریکایی در محکمه بین‌المللی عدالت در سال 1960 میلادی ایجاد شد و آهسته آهسته به کشورهای زیادی گسترش یافت. از سال 2009 میلادی بدین سو این برنامه در سطح پوهنتون‌های افغانستان نیز برگزار می‌گردد و برنده آن به این رقابت راه می‌یابد. خب برنامه یک فصل مشخص دارد که در حدود 6 ماه یا 7 ماه محصلین روی دی برنامه کار میکنند، از هر پوهنتون از هر کشوری هستند و تمام تیما روی یک قضیه مشخص و واحد کار میکنند و این قضیه در اول هم شروع فصل هم مسابقه از طرف مؤسسه محصلین حقوق بین الملل که مقرش در شیکاگو است، از طرف این مؤسسه از طرف این سازمان قضیه نشر میشه و محصلین تحقیق و بررسی و کار خود از سر این قضیه شروع میکنند تا مدت 6 ماه 7 ماه و در بعد از اول در راوندهای داخلی در بین خود کشور مسابقه میتن تا که جواز حضور در مسابقه بین‌المللی را در واشنگتن دی سی پیدا کنند و در آخر فصل که طوری که ما شما در مرحله بین‌المللی مسابقه قرار داریم تیم‌ها به نمونه کشورشان شرکت میکنند در اینجا تا که بر رقابت بپردازند. همایون رحیمی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون بلخ که رهبری این گروه را بر عهده دارد میگوید حضور محصلان افغان در این رقابت ها در بلند بردن سطح آگاهی آنان تأثیر بسزایی داشته است. برنامه محاکم تمثیلی حقوق بین الملل از هر لحاظ تأثیر مثبت سر از اینا دارد. مثلا میتونه که تانسته که
مسئولین حقوق با مفاهیم و قواعد حقوق بین الملل که بسیار زیاد وسیع و همه جانبه است آشنا بسازه که اینا تای شش ماه با بسیار جزئیات از اینا رو مطالعه کردن، منابع مختلف استفاده کردن، از کتابای مختلف و سایت های مختلف اینا استفاده کردن تا دانش حقوقی از اینا به حدی که لازم است بالا رفتن. با دو تیمی که در دو روز گذشته با کشور روسیه و خود یکی از پانتونای آمریکا داشتیم این احساس کردیم که بله ما هم میتونیم، یعنی توقع می رفت که ما مثلا در مقابل یک تیم آمریکایی که از سطح ایالات متحده در از بین مثلا 34 دانشگاهی که بزرگترین دانشگاه ها هستن میاین در مقابل ما استاد میشن، توقع می رفت که خیلی زیاد قوی اونا ظاهر شون، اما دیدیم که نه، ما از پسش برآمده میتونیم. اگرچه نتایج نهایی این رقابت تا هنوز معلوم نیست و این هم روشن نیست که افغانستان چه دستاوردی خواهد داشت، اما نماینده های افغانستان از تجربه که آموختند خرسند به نظر می رسند. عملا به عنوان یک نماینده در مقابل محکمه بین المللی عدالت استاده میشیم و امروز به عنوان یک محصل برای من اعتماد به نفس داده شده، این توانایی داده شده، این نیرو و قدرت داده شده که من میتونم در مقابل محکمه بین المللی عدالت از کشور خود دفاع کنم اگر یک روزی به عنوان نماینده بخواهیم برم. کاروان به نظریات شما عرض میگذارد. به همین منظور در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، وب او ایمیل لالاری لمکسر په هر ځای او هر وخت کې اړیکه نیولای شي. کاروان ساسی وړاندیزونه او نیوکې په پام کې نیسي. لتاسو ټول څخه ډیره ډیره مننه چې د انټرنیټ لاري کاروان ګوري او پاړوندې خپل نظر څرګندوي. تیره اونی مو دی افغانستان پلوی خارونو که دی آمد ترانسپورتی خدمتینو دی وضعیت پا اکلا پختن مطرح کرده و به زواب که عبدالسامد اتایی لکابل لکلی چه دی ترانسپورت لوی سونز اخپلا چارواکی دی اصلا دوی خپل دنده او مسئولیتون نپیشنی او یا نغواری چه خپل مسئولیت دی آم و خلکو پوراند پختوگا سر تورا سوی مننا تل ستاسو دی نظرونو تمیو. به ارزش 1,000,000 دلار آمریکایی تعمیر جدید پوانزه تعلیم و تربیه پوانتون هرات اعمار گردید. این تعمیر یکی از 6 تعمیر ساخته شده برای پوانزه های تعلیم تربیه پوانتون های افغانستان می باشد که با کمک مالی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا تمویل شده است. باز هم فاروق فیضی گزارش می دهد. این تعمیر یکی از جمله 6 تعمیر جدیدان ساخته شده برای پوانزه های تعلیم و تربیه افغانستان است که در پوانتون هرات اعمار گردیده است. تعمیر پوانزه تعلیم و تربیه هرات 1,000,000 دلار آمریکایی مصرف برداشته است که هزینه آن از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا پرداخت شده است. مسئولان اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگویند آنها تا به حال بیش از 2,000,000 دلار آمریکایی را در بخش‌های مختلف پوانتون هرات به مصرف رساندند که در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت. ما پوانتون هرات را مدت های زیادی می شود که کمک می کنیم. من مطمئن هستم که در آینده نیز کمک های ما در بخش های مختلف پوانتون هرات به خصوص ظرفیت سازی ادامه خواهد داشت. دکتر داوودچا سبا والی هرات تقویت و پشتیبانی از مراکز تعلیمی به خصوص پوانتون هرات را از جمله برنامه های مهم سال جاری مقام های محلی این ولایت عنوان نمود. امسال نیز توقع داریم تا با حمایت پشتیبانی وزارت محترم تحصیلات عالی، حمایت پشتیبانی کشور ایالات متحده امریکا و دیگر دونرها و دوستان بین المللی ما بتانیم پوانتون نیمه تمام هرات که از 10 سال به این سو ساختارهای زیربنایش تکمیل نشده حداقل ایره به سوی تکمیل بکنیم و نیاز اساسی زون غرب و کشور از کمبود جای برای تحصیلات عالی برای کسانی که از مکتب فارغ میشن برآورده کرده باشیم. از سوی هم سدیعیا هزین استاد و مسئول بخش نشرات پوانتون هرات
کمک های ایالات متحده آمریکا را در بخش های انکشافی پوانتون هرات در چند سال اخیر عامل شکوفایی پوانتون هرات برمی شمارد. حالا این کمک هایی که دولت آمریکا کرده یا از طریق USAID یا از طریق دیگه دونرهایی که وابسته به دولت ایالات متحده آمریکا هست، پروژه ها در پوانتون هرات تطبیق کردن که این پروژه ها خوشبختانه بعضن روی کار هست و بعضن افتتاح میشه. چنانچه ما به عنوان مثال میتونیم از پروژه افتتاح تعمیر پوانزه تعلیم تربیه به نیکویی یاد کنیم که یک ساختمان بسیار مجهزی و امکانات بسیار عالی به اختیار محصلین و استادان پوانزه تعلیم تربیه گذاشته. بر علاوه تعمیر پوانزه تعلیم و تربیه پوانتون هرات، بخش مطبوعات این پوانتون که بیش از $1,000,000 هزینه برداشته است، نیز از کمک های ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. فاروق فیضی، هرات. په کابل کې د فیروسکو د انسټیټیوټ لخوا د ټولنیزو مسایلو په اړوند زده کوونکو ته تمثیلي جوټې او سرکسونه وړاندې کیږي. په دې هکله مصطفی کاکړ یو په زړه پورې مطلب راستولی چې په ګډه به وګورو. د سرکس او تمثیلي ټوټو دغه پروګرام چې د فیروسکو د انسټیټیوټ لخوا په لاره اچول شوی، پکې د انسټیټیوټ د زده کوونکو لخوا د چاپیریال ساتنې هغه په زړه پورې تمثیلي ټوټه ترسره کیږي چې هدف یې د ښار د پاکولو او په ټاکلو ځایونو کې د کثافاتو د اچول لپاره د خلکو هڅونه ده. دغو ماشومانو چې د تنظیف د ریاست کالی اغوستي د تمثیلي ټوټې په ښې اجرا سره لیدونکي حیرانوي او د تمثیل مینهوالو ته دا پیغام رسوي چې د ښار هر وګړی د خپل چاپیریال د پاک ساتلو پوره مسؤلیت لري. 22 کلن ځوان نواب احمد ځوان نسل خپلو مسؤلیتونو ته داسې متوجه کوي. پیام می سرکس نمایشی که داشتیم موضوع ازی فقط به خاطر جوانا بود که جوانا همیشه به طرف هنرا رو بیارن، مثلا سپورت و ورزش و چیزا کنن تا که از همی کوچکشتی و ایلاگردی اینا کم دور باشن. ده فیروسکو انستیتیوت مشر عبدالوحید خلیلی وای دوی زوانانو تا نای وازی ده خطاطی، رسامی او حکاکی پا برخو که ازدکڑی ورکوی، بلکه اغوی په نورو برخو کې د ګډون کول لپاره هم حسوی. اغه د فیروسکو د انسټیټیوټ د اهداف پاکلا وای فیروسکو در سال 2006 میلادی ایجاد شد. هدف اصلی فیروسکو در آغاز ایجاد ای بود که یک مرکز آموزشی ایجاد بکنه تا بتونه هنرها و صنایع یا سنت دستی افغانستان را احیای مجدد بکنه و ساحه مرادخانی را که یکی از ساحات باستانی کابل است ای را بازسازی و اعمار مجدد بکنه. روی ازی دو هدف ساخته شد. در افغانستان د تعلیمی و تربیتی سرکس مسئول امیت روخانوی در سرکس لوب خلقو تا در سولی پیغام رسوی. هدف برنامه امروزی ما بود که بتونیم اطفال تشویق کنیم به بخش های تعلیمی، به بخش های تفریحی، به بخش های هنری، همچنان مردم خود را دعوت کنیم به پاکاری شهر خود جزو شوند و همکار که دیگه باشند تا بتونیم با شروالی محترم همین شهر خود را پاک نگاه کنند. ما یک نمایشی داشتیم به نام شروالی بود، این توسط طفلا اجرا شد که اینک پیام بسیار خوبی بود با مردم که بتونن مردم یعنی همکار شروالی باشند تا بتونن شهر پاک باشند. د افغان تعلیمی او تربیتی سرکس په 2002 کال کې په کابل کې جوړه شوې او تر دې مهاله یې په زرګونو ماشومانو ته د سرکس لوبې ورښودلې دي. د دې مرکز د چارواکو د معلوماتو له مخې دوی توانېدلې د هیواد په دننه او بهر کې په لسګونو نندارو کې برخه واخلي. محمد مصطفی کاکړ، کابل. دا و دې ونی کاروان هیله ده چې د خپرونې ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلي وي. د خپرونې وروستۍ شېبې د خو مخکې له خدای پامنې غواړم یادونه وکړم. انسانان د خپل ځان د هوساینې او ښېګڼې لپاره همدارنګه په انساني ټولنه کې د ثبات او سلامتۍ د رامنځته کولو لپاره مجبوره دي د ځینو قوانینو او لوایحو له تطبیق څخه ملاتړ وکړي. له دې نه بغیر په ژوند کې به له ډېرو ناخوالو او کړاوونو سره مخامخ وي. تر بیا الله مو مل شي.